بیننده های عزیز کوچه پلاس سلام. صدیق الله شجاع از فرماندهان جبهه آزادی افغانستان در اندراب در گفتگو با ایندیپندنت فارسی گفت که قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان حدود 1700 نیرو به اندراب اعزام کرده است که در میان آنان واحد ویژه انتحاری، واحد ویژه تکتیراندازها و واحد ویژه به نام قطعه سرخ هم دیده می شوند. با گفته این فرمانده جبهه آزادی روز چهارشنبه و در نتیجه چندین ساعت درگیری میان طالبان و نیروهای مشترک جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی در روستای یخدان از توابع دره در شهرستان دیسلا 18 عضو طالبان کشته و 12 تن دیگر تنها در همان روز زخمی شدند. نیروهای جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی توسط نعیم، سنگریار و سنجر در آنجا فرماندهی شد. آنها می گویند ما نیروهای خود را از روستاها به مناطق کوهستانی کشاندیم تا به مردم محل آسیب وارد نشود. پس از درگیری طالبان با پادرمیانی متنفذان و ملاهای محل اجساد نیروهای خود را از مناطق کوهستانی که بیشتر از 40 نفر شده بودند را دیروز بردند. فرمانده شجاع اضافه کرد نیروهای جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی مشترکاً در سنگرهایشان در مناطق کوهستانی اندراب حضور دارند و با گرم شدن هوا و سبز شدن کوهستانها برای فعالیت نظامی و گسترش مناطق تحت نفوذ فضای بیشتر مهیا شده است. در حالی که طالبان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با استفاده از چند فروند هلیکوپتر و همچنین ده‌ها موتر هاموی و وسایل نقلیه زرهی به سمت مناطق تحت نفوذ جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی در اندراب هجوم بردند، ایستادگی نیروهای این دو جبهه و تنش‌های قومی میان خود طالبان به شکست حملات آنها در اندراب منجر شد. در همین حال دفتر رسانه جبهه آزادی افغانستان صبح روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که نیروهای این جبهه پنجشنبه شب به کاروان نیروهای طالبان که از مرکز بغلان به سمت اندراب در حرکت بود حمله کردند که بیشتر از 5 نفر در این حملات از بین رفتند. و همچنان گفته می شود که امروز نیز جنگ ها در اندراب شدت گرفته است. طالبان تلاش میکنند از پوشش خبری جنگ در اندراب، پنچیر و همچنین وقوع حملات و انفجارها در نواحی مختلف افغانستان جلوگیری کنند. اما دسترسی مردم محل به گوشی‌های هوشمند و اینترنت باعث شده است که این حوادث از چشم رسانه‌ها پنهان نماند.